دوستان خوبم سلام، من شهاب صادقی هستم و به کانال خودتون خیلی خوش اومدین. بچه امروز میخواییم با همدیگه از یاس به همراه موئر تراکیو آنالیز و ریاکشن بگیریم به اسم بند ناف تا خط صاف. اسم عجیب غریبی داره و مدت ها بود، شاید 3-4 ماهی هستش که از یاس تراک ریاکشن نکردیم، شاید هم بیشتر. و این تراک رو انتخاب کردم. بند ناف تا خط صاف احتمالاً اشاره میکنه به اینکه بند مثلا از تولد تا مرگ، شاید ترک راجبه این باشه که داره وقایع از تولد تا مرگ و مثلا یه تفسیر و توضیح میده. حالا باید بریم مفصل ببینیم. اسم عجیب غریبی داره از بند ناف تا خط صاف. به هر حال میریم و با هم دیگه ببینیم یاس کجاست. نمیدونیم یاس کجاست. شاعر شدیم. سیاسی شد. صدای موئر هم تا حالا نشنیدم. موئر کلی انگیزه داشتم حیف شد، حالام بالام ولی رو سیف مود. این همه را برو به امید فردایی که یه ها میبینی غیب شد. عجیم عجیلا فرجی یه عده فعالن ما فلجیم تو این. وای شروع کرد یاس، اصلا با همه فرق داره. یه چیزایی به ذهنش میرسه، یه کلماتی و کنار همدیگه میچینه واقعا به عقل جن نمیرسه. یعنی اصلا شما مدت ها بود از یاس ترکیو با همدیگه گوش نکرده بودیم و اصلا یه فردوسیه واسه خودش. عجی مجی ببینین چجوری زد. غیب شد. عجی مجی لا فرجی یه عده فعالن لا فرجی. حالا بقیه فلجیم تو یه عده فعالن ما فلجیم. ببین اصلا لا فرجی یعنی فرجی نیست و چجوری ست کرد با ما فلجیم. اصلا خیلی خفنه، جاش خیلی خالیه. نمیدونم الان اصلا نه استوری نه چیزی، اصلا یه نمیدونم که واقعا وضعیت یاس چجوریه. اصلا الان اصلا گرفتنش زنده است. اصلا تعجب میکنم اون روزی که هیچکی حرف نمیزد یاس خفن حرف میزد و همه میگفتن آقا یاس اصلا خیلی چیز داره. ولی الان یه استوری بذار حداقل از دری دیوار. حالت خوبه؟ این غیب شد. عجی مجی لا فرجی یه عده فعالن ما فلجیم تو این وضعیت واقعا عجیب. باز کلی دم و با قلم چید. این بحثو نمیشه تعبیرش کرد، میگن آینده رفته از این کشور. خوب واسه جماعت گنجش روزی آینده یعنی همین امشب. ولی جیک نزن، درخواست نکن دیگه، هیچ رقم پرواز نکن. ساکت هیس نخند، آواز نخون دیگه، واسه هیچ نفر راه باز نکن. منظور خیلی خوشگل میخونه، اصلا یه فلو به خصوصی داره، خیلی خوشگله. از گاماموش ببینیم چی کار داره میکنه. خیلی آهنگ اون پیانوهاش توی ریور بکن خیلی حس خوبی به آدم میده. خیلی خیلی جاش خالی الان. دوندن دوندن آهنگ در سی مینور هست بر اساس مقالات شوبرت که کامنتاتون میخونم که میگه آقا یه ویدیو براش درست کن و منتظر یه فرصتی هستم که شرایط طوری باشه که بتونم این ویدیو به درد بخور ازش بذارم. از مقالات شوبرت مفصل راجبه سنس نوت ها، احساس نوت ها، قولایی که بهتون دادم و در ادامه مقالات شوبرت. بر اساس مقالات شوبرت سی مینور گام صبر و قضا و خودتو در اختیار قضا و قدر قرار بده است. این سی مینور که آهنگ اینترو آهنگش هم پیانوهایی که میزد فکر کنم روی سولو اینا بود. وضعیت واقعا عجیب، باز کلی دم و با قلم چید. این بحثو نمیشه تعبیرش کرد، میگن آینده رفته از این کشور. خوب واسه جماعت گنجش روزی آینده یعنی همین امشب. ولی جیک نزن، درخواست نکن دیگه، هیچ رقم پرواز نکن. ساکت هیس نخند، آواز نخون دیگه، واسه هیچ نفر راه باز نکن.
منظور اینه که به زور خواب باشی، واس یادت بره که یه روز بال داشتی، دست بسته جلو قلدر، مملکت گل و قلقل، هر کی رسید وای مملکت بل و بلبل نه فر راه باز نکن. منظور اینه که به زور خواب باشی، واس یادت بره که یه روز بال داشتی، چه باحال، منظور اینه که به زور خواب باشی، دست بسته جلو قلدر، مملکت گل و قلقل، مملکت گل و قلقل. قلقل دو تا تعبیر داره، یکی به قلیون و اینا میگن قلقل، یکی هم به بعضن به تریاک کشیدن دیدم میگن قلقل. مملکت گل و قلقل قلدر، دیدین چجوری خون، خیلی خفه، اصلا یه نابغه یه این پسر. بره که یه روز بال داشتی، دست بسته جلو قلدر، مملکت گل و قلقل، هر کی رسید پا پوش برید، هر کی تونست از این چهار گوش گریخ، حرفاتو نمیتونی بازگوش کنی، پس مجبوری بشینی که بازگوش کنی. لجوونا صحبت وصیت و گریزونی، من لغت نصیحت و معاصن روی صورت نصیرت و نشستیم روی گسل حقیقت اونا که کلا این سیم زدناش هم خیلی خوشاینده. چی گفت اینجا؟ سید پا پوش برید، هر کی تونست از این چهار گوش گریخ، حرفاتو نمیتونی بازگوش کنی، پس مجبوری بشینی که بازگوش کنی. لجبون چه قیافه شیطانی داره این پسره. من لغت نصیحت و محاسن روی صورت نصیرت و نشستیم روی گسل حقیقت اونا که وای نفهمیدم چی، محاسن برعکس نگفت؟ سید پا پوش برید، هر کی تونست از این چهار گوش گریخ، حرفاتو نمیتونی بازگوش کنی، پس مجبوری بشینی که بازگوش کنی. لجوون و صحبت وصیت و گریزونی، من لغت نصیحت و محاسن روی صورت نصیرت و نشست برعکس گفت و چه تضادی گفت، محاسن رو صورت نه سیرت. صحبت وصیت و گریزونی، من لغت نصیحت و محاسن روی صورت نصیرت و نشستیم روی گسل حقیقت اونا که شب چه قشنگ نشستیم روی گسل حقیقت. گسل میدونی که فاکتورهای گسل چیه؟ نصیحت و محاسن روی صورت نصیرت و نشستیم روی گسل حقیقت اونا که شبا تو زیافتن، از اون سر دنیا میگه بیوا وطن، با چند تا کلمه پی نیابتن، فقط آدم ها هیزم سیاستن. چه باحال داره الان اینجا آدمایی رو داره، یه تراک اجتماعی اعتراضی هست که قشرهای مختلف آدمها رو داره تا اینجای کار حداقل. من فهمی کردم که بنده نافت و خط صاف یه تراکی که راجبه مثلا یه ذره درون مایه‌ای باشه و به از وقایع مثلا زندگی تا مرگ صحبت میکنه، اما نه، یه تراک اجتماعی اعتراضی راجبه اقشار مختلف اجتماع. الان ببینین چی میگه. یه بیوا وطن، با چند تا کلمه پی نیقت اونا که شبا تو زیافتن، از اون سر دنیا میگه بیوا وطن، با چند تا کلمه پی نیابتن، فقط آدم ها هیزم سیاستن. آره که آدم هایی که خارج از ایران هستن میگن لنگش کن، میگه داداش اینا خودشون دارن اشغالشون رو میکنن و میگن لنگش کن. اگرچه توی این روزها واقعا اونایی که حالا خارج از کشور بودن فقط این نبوده که از اون خارج بشینن میگن لنگش کن، و ما الان دیدیم که مثمر ثمر بودنشون رو، ولی به هر حال تو برهای قبلی خیلی ها برای این اعتقاد بودن که اونا دارن اشغالشون رو میکنن و میگن لنگش کن، خودش نشسته اونجا میگه ملت بریزین فلان کنیم بیسار کنیم. اینم دیدگاهشه دیگه، میگه بیوا وطن، با چند تا کلمه پی نیابتن، فقط آدم ها هیزم سیاستن. با این که مغز درگیر کاره، فکرم زیر تیره داره، مقصد دیگه تیره تاره، ولی من میمونم، میدونم میخوان از من چی بسازن، حتی تو فکرشون من نمیبازم، بسا حالا روم شطرنجی بذارن، ولی من میمونم. با این که مغز چه میخونه؟ با حاله، یه سیمای عجیب غریب و جدیدی داره برام این موئر، کورس خوشگلی بود، ولی من میمونم. گیر کاره، فکرم زیر تیره داره، مقصد دیگه تیره تاره، ولی من میدونم میخوان از من چی بسازن، حتی تو فکرشون من نمیبازم، بسا حالا روم شطرنجی بذارن، ولی من میمونم. با این که مغز درگیر کاره، فکرم زیر تیره داره، مقصد دیگه تیره تاره، ولی من میمونم. میدونم میخوان از من چی بسازن، حتی تو فکرشون من نمیبازم، بسا حالا روم شطرنجی بذارن، ولی من میمونم. حالا میسیم موه رو برای اولین بار صداشو شنیدم، حالا دوستان روشم گیتار بزنم، چون کورس خوشگلی بود. حالا کورداشم فهم میکنم سی دریش شو می فا دیس، ولی من میمونم خیلی خوشگله، ولی صدای به نظرم بی کاراکتری داره، یعنی واضح گفتم دیگه بی کاراکتر، یعنی هیچ سیگنچری بهش نمیتونی. الان مثلا یاس
یه استایلی داره، شایع یه استایلی داره، حسین یه استایل، هر کی فداییه. ایشون بی کاراکتر یعنی بی استایل. خیلی خوبه که آرتیستا توی این اشل یاسو اینه که داری فیت میدی، برای خودت از پیش یه استایلی رو معین کنی، اونم توی این رپ که اینقدر دست گولاخ مولاخ اونقدر زیاده و واقعا باید با استایل بیایی تا بتونی مطرح بشی. حالا من اولین بار اسمشو میشتم، ولی همین برام سوال بود که چطور مثلا تو با یاس فیت دادی و من اصلا تا اسمتو نشنیدم. الان پاسخ برام اینه که کاراکتر نداره، صدا شخصیت لازم رو برای خودش ایجاد نکرده که بتونه دارای کاراکتر بشه و دارای استایلی باشه. ولی قشنگ بود کورسش. من لغت نصیحت و معاصن روی صورت نصیرت و نشستیم روی گسل حقیقت، اونا که شبا تو زیافتن از اون سر دنیا میگه بیوابتن با چند کلمه پی نیابتن، فقط آدم ها ایزوم سیاستن. با اون که مغز درگیر کاره، فکرم زیر تیره داره، مقصد دیگه تیره تاره، ولی من میدونم میخوان از من چی بسازن، حتی تو فکرشون من نمیبازم، بسا حالا روم شطرنجی بذارن، ولی من میمونم. با این که مغز درگیر کاره، فکرم زیر تیره داره، مقصد دیگه تیره تاره، ولی من میمونم. میدونم میخوان از من چی بسازن، حتی تو فکرشون من نمیبازم، بسا حالا روم شطرنجی بذارن، ولی من میمونم. میزنن بم بر نمیشم، منو شکه نمی کنه فرم این شهر، آدم ها مثل چاهی هن که هر این چه خنده های شیطانی داره، خیلی ترسناک میخنده و نگرفتم که دارن چه بازی شطرنجی میکنن و این بازی چه ارتباطی به ترک داره. شروعش هم با شاه بود به جای اینکه مثلا با سرباز باشه. باید مفهومش رو پیدا کنیم که در نهایت چی میشه. میبازم بسه حالا روم شطرنجی بذارن، ولی من میزنن بهم بر نمیشم، من میکس خوشگلی هم دارین. رایز رو ببینین قبل از پارت ورس یاس. روم شطرنجی بذارن، ولی من میمونم. میزنن بهم بر نمیشم، منو شوکه نمی کنه فرم این شهر، آدم ها مثل چاهی هن که هرچی حال بدی انگاری پر نمیشن، واسه من غریب نمایشن، انگار همه بازیگر نمایشن، روزا همه چی رو میبینم و بهش فکر میکنم، توی تمام شب حالا فاز بد نگیر و کله بکوب، به باقی راهی جلو بله بگو، بلا بارون مرهم با قطره چکون، دیگه راه چاره میشه خلی. الان این پارکور کاره رو میبینم یاد این پسره میفتم که توی میدون آزادی پارکور کار بود و یه تیشرت پوشیده بود و داشت با ترک هیچ کس میرقصید که اونو دستگیر کردن. آخه دیگه رقص و برش یاد ترک شروین میفتم که تو اینتروش، یعنی تو پارت اول ورسش راجع به این موضوع دقیقا صحبت میگه. آخه رقصنده رو چرا دستگیر میکنی؟ چقدر هم زیبا میرقصید پسر، چه خوش استایلم بود. پارکور اینو دیدم یاد اون افتادم، واقعا نامردی اصلا دیگه. چی رو میبینم و بهش فکر میکنم، توی تمام شب حالا فاز بد نگیر و کله بکوب، به باقی راهی جلو بله بگو، بلا بارون مرهم با قطره چکون، دیگه راه چاره میشه خنده جکون سنجاشمون. خنده جکون دیدی؟ منم توی تمام شب حالا فاز بد نگیر و کله بکوب، به باقی راهی جلو بله بگو، بلا بارون مرهم با قطره چکون، دیگه راه چاره میشه خنده جکون سنجاشمون. گردش پول یعنی ارزش افتاده از چشمون، یکی فلسفه هاشو تا دست چپون، واسه اثبات فلسفه کله. چه قشنگ گفت دست چپون پسر، ببین شوری رقصی ارزش افتاده از چشمون، که فلسفه هاش تا دست چپون، واسه اثبات فلسفه کله شکون، دیده هرز گرد نیمه حمله ور، تیز و اهل فن که کی به صرفه تره، اینه مهد فقر دیگه معرفت، دید و حد فهم زیر خط فقر، ظاهره ببینی اصل هوش، تو باطن جای مغز یه فضل موش، لابرند خودشو پیچیده هویت و هسته بود. اینم دارن به یه سری اخشار بی مغزی صحبت میکنه که همه چیشون به ظواهرشونه، میگه لای برند خوش پیچیده ولی هیچ اوشگول محضه، که پر هستن در ایران پر. اصلا این ظاهرسازی و از درون توهی تو کشور ما اصلا یه چیز عجیب غریب زیادیه، عجیب غریب زیاده که واقعا حال به هم زنیه و به طرز عجیب هم شده شاخصه برتری.
چه از تو شبکه‌های مجازی بگی چه ریل، یعنی هر کی که بزک دوزک ظاهرش خوبه شاهه تو کشور ما، هر کی که مثلا دکتر مهندس حالا آدم حسابی تحصیل کرده از یه چیزی خلاصه داره، اندیشمند خلاصه یه چیزی داره، این تو کشور ما اشکول محسوب میشه. و هر کی که یه بزک دوزک کرده یه چه مدل موی چهار تا برند فیکی حالا قول رخ کارو درست کرده، اون الان شاخ محسوب میشه. شما دیگه حفظی، من اس نمیخوام بیارم، اصلا این هیچ جای دنیا این شکلی نیست. حالا من جای زیادی نرفتم ولی همون هیچ جای دنیا واقعا این شکلی نیست. این خیلی ناراحت کننده است، این خیلی ناراحت کننده است، خیلی باعث دلسردی افرادی میشه که حالا این شکلی نیستن و مثلا سالهای سال تلاش کردن برای ساخت خودشون و میبینن که تهش چی نشد و همه شهرت، محبوبیت، پول، اعتبار، همه چیز میره سمت اونایی که فقط یه چهار تا برند لباس کی داره میگه. و واقعا خیلی خود من دغدغه این داستانو داشتم و خیلی هم آسیب دیدم هم خیلی برام مهم بود. الان خیلی برام جالب بود که یاسم راجبش صحبت کرد. فقط چیزی که الان برام عجیبه، گفتم از کاراکتر موئر، الان دارم میرم تو کلیپ هم باز خودش الکی داره تو ماشین هی همینجور دور میزنه و حتی تو کلیپ هم اون شاخصه کرکتریستیکس رو ازش نهایی مجبوری، خب شخصیت پردازی دیگه، شخصیت پردازی مناسبی تو کلیپ هم ازش نمیبینم. یاده رئیسی افتادم با اون متر هم نمیتونست درست بخونه. دید و حد فهم زیر خط فرق، ظاهره ببینی اصل هوش، تو باطن جای مغز یه فضل موش، لابرند خودشو پیچیده هویت و هسته پول، چین میوه های هورمونی به زر و کیسه های پرپول، که جار بزنی و دیده ها رو کور کنی، با ایده های فرغونی رخ بگیری و میز کارو پر کنی. از جماعت لخ کندم، این باد بادک ها به یه نخ بندن، این چهره عصبی گارد قلبیه که خیلی آمدن و زخم کردن. من میمونم با این که مغز درگیر کاره، فکرم زیر تیره داره، مقصد دیگه تیره تاره، ولی من میمونم، میدونم میخوان از من چی بسازن، حتی تو فکرشون من نمیبازم، بذار حالا روم شطرنجی بذارن، ولی من میمونم. واسه همین زندگی رو مبارزه میبینم، با برنامه مقابلت میشینم، من اعصاب 20 سال دیگم و الان دارم از بدن خودم مساعده میگیرم و پوست شهر جلو همه میکنم. اون آی چه خوشگل گفت، من اندازه 20 سال دیگم اعصاب دارم، چه جمله رو ببین پر از تناقضگویی، اصلا خیلی شاعره ها. نمیبازم بذار حالا روم شطرنجی بذارم، ولی من میمونم. واسه همین زندگی رو مبارزه میبینم، با برنامه مقابلت میشینم، من اعصاب 20 سال دیگم و الان دارم از بدن خودم مساعده میگیرم و پوست شهر جلو همه میکنم. باری کالا ببین، اوج انرژی انگیزه و جنگجویی ها، فقط کجا سلام این آقایی که الان اعصاب 20 سال دیگه رو الان داره و جنگجو و از این داستان ها کجاست؟ واقعا نگرانش. 20 سال دیگه ما الان دارم از بدن خودم مساعده میگیرم و پوست شهر جلو همه میکنم، اون زیر پر از مغز بی هدف، من جواز سانسور رو نمیدم، حرف قشنگا رو که همه میزنن. آری کلا، من جواز سانسور رو نمیدم، نمیتونی منو سانسور کنی، حرف قشنگا رو که همه میزنن. آفرین کوشی فقط. بی هدف، من جواز سانسور رو نمیدم، حرف قشنگا رو که همه میزنن. رپ یعنی حجامت روح، تنبیه قضاوت کور، تفکیک عدالت و زور، خونه آخر تجارت و پول، تو حرف و عمل همه کارا دارم، تا قلمو دارم از همه داراترم، ولی یه وقتا حس میکنم عالم خوش نیست که همزه میشه چتر بالا سرم و با کلمه تصویر مردابو کشیدم. چی گفت؟ میکنم عالم تو حرف و عمل همه کارا دارم، تا قلمو دارم از همه داراترم، ولی یه وقتا حس میکنم عالم خوش نیست که همزه میشه چتر بالا سرم. بعضی وقتا فکر میکنم که حس میکنم حالم خوش نیست، یه همزه چتر میشه بالا سرم. ببین واقعا به عقل جن نمیرسه چیزایی که میگه. گرفتیم که یه همزه میره بالا سرم که یاسه میشه یأس. بعضی وقتا که فکر میکنم حالم خوش نیست دارای یأس میشم. اصلا مگه
اصلا یه نابغه است، این فقط یک نابغه است. قبلا هم بینت چه رسیدون تو بیم، تو یه سری ترک ها الان حضور زن هم اسمشون رو، فقط هر بار که از یاس میریم میگیم این اصلا عجوبه روزگار با اختلاف، با اختلاف از همه داراترم، ولی یه وقتا حس میکنم عالم خوش نیست که همزه میشه چتر بالا سرم و با کلمه تصویر مردابو کشیدم اونجا که منو به سلا بکشیدن به جای این که از پا افتاده بشینم دندون نیشم و سنباده کشیدم. دیگه مهم نیست چه سالیه، از اینجا به بعد وقت اضافیه، میری سر پایینی سرعت میگیری میبینی 60 ساعت یعنی یه ثانیه تا وقتی ودا به گیدار فانی، کارت اینه که پر کنی جای خالی، انگار افتادی وسط چاه تاریک، فقط تصویر ماهو داری، از اونجا که بریده شد بند ناف تا اون وقتی که پایان یه خط صافه، قدم‌ها رو یه جوری من میکوبم زمین که جاودانه بشه رد پام. آها اینو داره میگه، میگه قدم من تو این بازه زمانی زندگی قدم‌ها رو یه جور میکوبم که دیگه. یه اصطلاح خوب هست که مقدار بی‌تربیتی نمیتونم بگم، خلاصه سنگین میکوبه دیگه، جاشم الان واقعا خالی صافه، قدم‌ها رو یه جوری من میکوبم زمین که جاودانه بشه رد پام. قصه رو از تا میبینم، به پر و پام بد پیچیدم، پس میگیرم حقم و بد میمیرم، صد بارم بشکنم گچ میگیرم، من درگیر باید و نباید شدم، آدم ها رو خواستم رعایت کنم، حل شده بودم تو طبیعت دورم، حالا بر میگردم به حقیقت خودم با اون که مغز درگیر کاره. خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ، خیلی انرژیک، خیلی پرتوان، خیلی حس خوب، خیلی آقا من هر چقدر زمین بخورم بلند میشم پاره میکنم، من محکمم، پامو یه جوری میکوبم که جاودان شم، خیلی حس خوشایندی منتقل میکنه، خیلی خوش حس. بیات دورم حالا برمیگردم به حقیقت خودم. و این بیتی که همش دوندن زیر سی مینور و دوباره آکورد که عوض میشن رو بیس، دوباره حالا رادش اینه مثلا این بعد خیلی باحاله. دم رعایت کنم، حل شده بودم تو طبیعت دورم، حالا برمیگردم به حقیقت خودم با اون که مغز درگیر کاره فکرم. خب این چیه همش پشت رول؟ بنده خدا بهش کارگردانم ایده خوبی نداده. برمیگردم به حقیقت خودم با اون که مغز درگیر کاره فکرم تیره تیره داره مقصد دیگه تیره تاره، ولی من چقدر یارو برشدناکه، میدونم میخوان از من چی بسازن، حتی تو فکرشون من نمیبازم، بذار حالا روم شطرنجی بذارن، ولی من میمونم با این که مغز درگیر کاره فکرم زیر تیره داره مقصد دیگه تیره تاره، ولی من میمونم، میدونم میخوان از من چی بسازن، حتی تو فکرشون من نمیبازم، بذار حالا روم شطرنجی بذارن، ولی من میمونم. باحال بود، خفن بود. اینم از یاس. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار.